تخریب خانه پدری دکتر نجیب به خاطر آمدن نقشه. پدری دکتر نجیب به خاطر آمدن نقشه سرک. به نام خداوند یکتاه به همتا، درود و سلام خدمت همه شما عزیزان. امیدوار هستم که صحت و سلامت باشید. بازم مسعود جامی در خدمت شما هستم. سپاس از اینکه دوستداران کابل به خاطر دیدن انتخاب کردید. خانه که شما در بک‌گراند میبینید خانه پدری دکتر نجیب است. همینجا دکتر نجیب به دنیا آمد و بزرگ شد و بالاخره بعد از سن 6 سالگی و 7 سالگی از این منطقه کوچ میکنن و به طرف مرادخانی شهر کابل میرن. خانه که شما فعلا میبینین قرار است به خاطر آمدن نقشه سرک باید خانه تخریب شود و این منطقه خانه های بیشتر تاریخی داره که بیش از 100 سال و 150 سال از قدامت تاریخی نام میگذره و دکتر نجیب هم کسی بود که یک مدت رئیس جمهور افغانستان بود و هر رئیس جمهور که در افغانستان کار کرد بالاخره هوادار و علاقمند خاص خود داشت که دکتر نجیب هم یکی از اون اشخاصی است که در افغانستان هنوز هم علاقمند و رهروای خود داره. این خانه است که باید تخریب شود و در این منطقه خانه امان الله خان هم است که هم قسمان قرار است که به خاطر آمدن نقشه سرک تخریب شود و وطنداران ما از آمدن نقشه سرک در این منطقه خوشحال هستند و این سرک هم قرار است که از منطقه ولایت به جویشیر وصل شود که یک سرک معیاری است و در پهلوی که سرک است دو پل هوایی هم در این سرک مد نظر گرفته شده که به خاطر از بین بردن بیروبار ازدحام این پل های هوایی هم به وطنداران ما کمک میکنه. تخریب خانه هایی که اصالت قدیمی و تاریخی دارن هرچند باید عیب شود، اما به خاطر از اینکه سرک میایه تخریب میشه و وطنداران ما کسایی که در خانه ها زندگی میکنن خانه دکتر نجیب و امان الله خان در قسمت آمدن سرک و تخریب خانه هایشان مشکل ندارن. همراهی میکنید ببینید که واکنش مردم و نظریات و گفت و شنید مردم در خصوص سرک و تخریب خانه هایی که اصالت و قدامت تاریخی دارن چی است. پس آخر ما را میبشید. بخیر هستین جان تنجور است، بخیر هستین، شکر بخیر باشین، زنده باشین، تشکر، خود خوب است. در این روزا فکر کنم که همکارا و مسلک های ما خیلی پشتان میاد. والا می سرک جور میشه و می خاطر همی بیننده و بدر میبینن به تصویر میکشن که باش مردم ببینن چی وضعیت از دیجا بگم. خانه چپا میشه سرک کلان میشه، خودم هم خانه ما دیجا است متراز شده، قرار است سرک کلان شده و شرطی که بدر نات مردم شاشه یک کماکی طرف اگه بیای خدا نکلم محترم خب میره شرطی که قناعت مردم باشه، خساره مردم پس پرداخت شوه، بهدار یک قانونی باشه که بهدار مردم ازشون خوش باشن. نال چند خانه است تخریب میشه، بهدار مردم به جای میشه دیگه،
نمیتوانن بدر بعضی کساک بدر خانه جای بگیرن یا دیگه بگیرن. همین جای بدر مثل یک خانواده وارد یک منطقه کلان شدیم دیگه شدیم آموخته شدیم دیگه جای بدر نمیشه بدر. چند سال است که در این منطقه هستی؟ دیگه تقریبا از پدر کلان 60 سال 70 سال میشه نمیجه همیجه تولد شده و همیجه جوانی و نوجوانی گذشته. بله بله اصل از قندار هستیم دیگه بدر همیجه زندگی کردیم از پدر کلان. قندار هم یکان چکر باز رفت آمد داری یا نه؟ بلا میریم دیگه وطن است دیگه نریم حالا وقت انار است انار است آمانا یکان انار منار برتان میرسه نمیرسه از قندار؟ میرسه دیگه نوش جان انار قندار دیگه نام نشان خود داره سرک گفتین جور میشه سرک که فعلا است همی ظرفیت گنجایش وطندارا و ایزای ما که در اینجا زندگی میکنن واقعا که نداره و بیروبار هم خیلی زیاده تکلیف هسته دیگه مشکلات هسته بیروبار هسته مردم ها اشتوکات بالا تا میشه موتر میزنیشانه دیگه بیروبار و رش زیاد هسته به می خاطر کلان میشه دیگه خانه چپا میشه بدر سرک کلان میکنن چی فایده دیگه خانه شامالله خان هم که در این منطقه بود و چند قبل هم یک برنامه داشتم امروشون صحبت کردم که تقریبا 80% یا 70% خانه از اونا هم تخریب میشه و خانه دکتر صاحب نجیب هم گفتن در این منطقه است سر خانه ما است او هم است پولیش خانه من الله خان است دیگه او هم در تصویر کشیده شده شاید بینندا دیده باشه دیگه چندین بار یوتیوبر آمده دیدن دیگه با تصویر کشیدن بینندا دیده دیگه او هم تخریب شد شوه دیگه 12 متر و 20 متر در متراش کرده دیگه شاید چپه شد کلان در خانه هایی که در نقشه سرک است معلوم است که چند باب خانه است تقریبا گفته که 260 خانه است یا 253 خانه را گفتن که در چپا میشه تخریب میشه چی گفتن خانه خود تخریب میشه بدیلش مدشان مد نظر گرفته شده قیمت چه میپردازن چگونه شاید یا قیمت زمینه بوده یا قامت آبادی را بوده پرداخت میکنن دیگه معلوم تا نیست تا حالا وقتی که آمدن متراش کردن و نقشه را گفتن که با چند متر اینجا خانه تخریب شود چند روز مهلت دادن که باید خانه تخلیه شود و تا کار ابتدایی سرک آغاز شود تا فعلا دیگه او چیز نکرده که وقت داده باشه تا این وقت خانه را یا خالی کنه ما تخریب میکنیم متراش کرده این خانه است بغلش نشسته است 12 متر 13 متر رسو میره 12 متر خانه خود ما میره 12 متر دیگه تقریبا معلوم نیست که چی وقت بگن که خانه شما که 12 متر میره چند مترش باقی میمونه گذران و زندگی میشه نمیشه شاید چه یک دو خانه یا خانه شاید بانه یک اتاق دو اتاق نصف اولی شاید بره بخیر که اینال باز خود ترسی بکنی یک اتاق برای خود هم نیازه انشالله یا رسی کردی؟ نه نکردیم از تصمیم از بخیر یا کم سرنوشت خانه معلوم شد باز اقدام بگیریم این تصمیم از سرنوشت معلوم شد بعد از با تصمیم میگیریم بخیر باشین اینه از جور شدن سرک و دو پایه پلو که مد نظر گرفته شده به ادامه یا به امتداد سرک از این کار خو خوشحال هستین صرف نظر از این کالا بخوایم نخوایم خانه خود نقشه رفته در نقشه هست دیگه دولت هست به در چیزی که بگویند دیگه ما تابع امر هستیم باید اجرایش کنیم امرش قبول کنیم در یه اواخر پس از همین دو سال که میبینیم شهرداری کابل پروژه های ساخت و ساز در هر گوشه و کنار شهر کابل روی دست گرفتم من هست یک جوان من هست یک کسی که در این وطن زندگی میکنی از این کار شهرداری کابل از این کار امارت اسلامی چقدر خوشحال هستی خوش هستیم بسیار خوش هستیم که شهر ما جور شود بعد از اون بیادر یعنی از این کارا خوشحال هست خوش هستیم بیادر سرک جور شود شهر ما پاک میشه منظم میشه مردم ازشان خوش هستن بخیر سلامت باش داله قربانک بخیر باش سلامت باشی خب دوست عزیز جوان در این منطقه زندگی میکرد که یادآور شدن که از جور شدن سرک و ساخت و ساز که در شهر کابل روی دست است خوشحال هستند اما خانه هایی که شما میبینین به شمول خانه امان الله خان که در این سمت است و خانه دکتر نجیب خانه پدریشان او هم در این منطقه است به خاطر آمدن نقشه سرک تخریب میشه و این سمت هم بلاک شش منزله یا پنج منزله که تازه ایمار شده ای هم قرار در نقشه سرک تخریب شود و وطندارای ما از آمدن و از جور شدن سرک خوشحال هستند تا منطقه شان زیبا و زیباتر شود چطور هستی؟ سلام علیکم و علیکم بسلام روی یک در طرف کمره خوب هستی خان؟ شکر جانک جور است؟ شکر نامه که چیز؟ عبدالرحمن عبدالرحمن جان کجا میری با یک کمم در پشت است؟ خانه از کجا آمدی؟ از مکتب از مکتب مکتب امروی پیرانتمان میمانند؟ آه این همی پیرانتمان مکتب است خب حتما کدام مدرسه است؟ نه مکتب است در کدام مکتب هستی؟ انصاری خب لیسی انصاری
یونیفرمش متفاوت است دیگه. صنف چند هستی؟ سه. صنف سه. از این معلوم میشه که نام خدا بچه که ذکی و هوشیار و باجرات هستی. بله. چی یاد داری که بر ما بخونی؟ شعر یاد داری؟ قرآن یاد داری؟ بخون خیلی قرآن. چی؟ هر چیزی که یاد داری دیگه بخون. ما بینم که چی یاد داری؟ تو دعای نماز یک شب بخون. الحمد. بخون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آفرين عبد الرحمن جان. دایندا چیکار میخوای شوی؟ انجینر. آفرین انجینر شوی. ساخت و ساز سرک کارا جور کنی دیگه یا خانه جور میکنی؟ خانه جور میکنم. آفرین. برو بخیر بی رحمان جان. قربانت. سلامت باشی. جوان ها و کودک هایی که در مکتب هستن باید که تشویق شوند که تا درس بخوانند. ببینید یک تعداد دیگه هم بچک هایی هستن که مکتب میره. کدام تان گپ میزنی؟ هیچ کدام چون بیا. چطور هستی؟ سلام. و علیکم سلام. نام چیز؟ خوشحال. خوشحال جان در خانه تان نمیجه؟ آه. چند سال هستی؟ ده. مکتب میری؟ آه. چند هستی؟ چهار. چی یاد داری؟ عبدالرحمن خودی پیشتر سوره نماز قرائت کرد. تو چی یاد داری؟ من سوره نماز کل شی یاد دارم. تو بخوان یک شخه بر من قرائت بکن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنى عنه ماله و ما کسب سأسلى نارا ذات ألهب وأمرته أمارة الهتف في جيدها أبل من مسد صدق الله العظيم. آفرين. موفق باشي. تشكر. برو بخير بري. قربانك تان. دوستان شما تصاویر ببینین از این منطقه و از این محل. انشالله که با وطن داره دیگه ما بوده این منطقه زندگی میکنن همراهشان گپ و گفت میداشته باشیم و نظرشان در خصوص آمدن سرک و دو پل آیساب. سلام علیکم. خسته نباشید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب هستین ان شاء الله آیساب؟ صحتتون خوب است؟ الحمدلله زنده باشین. تشکر. از ایباد دیگه هوا سرد میشه. موی سفیدا و کلانای ما دیگه یگان هفته وقت گیر میکنن 4 5 تا میشن با هم قصای جوانی و خودمانی دارن. بله گپ خو حتمی گذرونید. ما هم امروز کلاه زمستانی رو پوشیدیم از سردی هوا خنک میخوریم. در این سر زمستان اگه آدم مریض شد بفهمی که تا آخر هم تو بمریض. ماه جوزا مریض است. بله ها. از همین خاطر سب خود پیش بینی که میکنیم اداره میکنیم که مریض نشیم. غریب مردم هستیم. اون پیسه دوا را سب خود از گرمی ها میکنیم. پیسه دوا درک نداره. خداوند چه فاهمت انشالله ای سب. در این منطقه در محیط زندگی میکنیم. بله ها سب ما تاداب گذار این منطقه سب بابا کلان ما غلام سخی نام داشت. امیر تاداب گذار در اون وقت سب یک 17 خانه بود این منطقه. درست. از اون وقت ما اینجا خانه داریم. پیش از اون سب ما خانه ما سب در حرمسرای غلام نبی خان چرخی بود. درست. در مکتب نمره 6 بگویم. بعد از اون سب این منطقه را برای مردم اجازه داد سب اون موی سب یک مسجد آباد شد اول. بعد اون سب این موی سب یک 17 خانه سب اون مسجد سب 8 در 4 متر یک مسجد جور کردن که حال به نام مسجد نبوی یاد میشه سب اون بیرقش بلند است. یعنی از بنیانگذارا و تعدابگذارای اصلی این منطقه شما هستید؟ بله ها، این اصلا به نام نقاش گوسفند فروشی بود، مال بازار بود. باز از این سب تون داخل شهر بود، این انتقال دادن سب و دیگه جایی بردن. دیگه تا یه بودن دلب دریای پل محمود خان اونجا. از اون سب بازی هم جای تنگ بود سب بازی بودن سب به کمپنی. این گپا که پیشوی ما تیر شده سب یا بیاد ما هستن. اصلا با از اون نام از این نخواست ماندن، نخواست جویشیر. جویشیر به خاطر میگن سب امیر همه خواستم پرسان بکنم و ایسا ببخشی گفتم قد کردم کمی منطقه را چرا جویشیر میگن؟ تاریخچه همی یا فلسفه همی جویشیر گفتن از چی هست؟ جویشیر به خاطر از این میگن بسیاری کسی که نمی فهمید نومی هست میگه سب در این سب جویشیر روان بود. نه
چیز در جوی نمیاید. اینجا صاحب یک درمسال است، از اولین درمسال در افغانستان که سابقه 5000 سال داره. بله. اینجا صاحب آماده تیار شده و از مابین از یک جوی تیر شده که جوی سرچشمیش از کاریز حضرتا از خوشحال خان میرست. و در مابین درمسال جوی که تیر شده بدو بغلی جوی زینب پتا گرفتن، در وقت این دوها در اون دو گذر می بودن در شور بازار. بله. بعد از اون جسد در مراسم امی یک مراسم دینی و داشتن که شیر گرفتن می آمدن سب در تالیک های برنجی و نکلی، بعد از اینجا ملایشان هر چیزی که می خوان به حساب خودشان، باز در آخر که می رسید باز کل امی شیر یک جای در بین امی جوی من داختن. بله. که من داختن اولی سفید می شد از این درمسال پاهن عرصی که میره نگفیرن در این جوی شیر میه. بله. یک جوی دیگه که کلان بود صاحب که سرچشمش از پیش باغوش است، از ما بین چیز تیر شده بود، ماشین خانه عربی تیر شده بود می آمد، یعنی میگه منطقه است پیش مسجد نبوی تیر شده بود که در اوجه مردم وضو میکدن، او بنام جوی شیر او را مستماع میکدن. بله. باز اصلا جوی شیر از ما بین درمسال تیر میشد، و یه خونه دریا کلان بوده مردم از یه شیر نمی آمد که دیگه جوی شیر باشه. این فقط خاص اونم این دو همی کار میکنن، اونم مراسم دینی خود به جای می آوردن، اون شیر ده او من داختن، شیر که سفید پاهان می رفت هر کس که میرد می بینه جوی شیر اینجا. این قدر از فیض سفید. آقای صاحب من چند قبل هم اینجا آمدم، یک آقای صاحب دیگه قصه کردن که این مسجد هم قبلا مربوط همی درمسال می شد و وطندارای اهل اونو دسته که ما تلاش به می داشتن که این محوطه مسجد هم باید ملحق شود برای درمسال، اما این وطندارای ما این موسفیدا و بزرگای که بودن تانستن که میره یک عبادتگاه، یک مسجد، یک جایی که مربوط به خود ما باشه جور بکنیم تا این وطندارای ما که اینجا هستن به ندای نماز پنج وقتی خدا بکنن. امی فلسفی هزی چگونه است؟ واقعا این مربوط میشد به درمسال یا نه؟ ما بخشتان میگم خب اصل گپشان بخشم معلوم است. این مسجد که اینجا آباد شده سه بیره سه امی یک جایی بود سه به نام باقی هندو. بله. که اون دیوالش امیال هست، امون یه سه بخشاش هم پیشم هست، امیال قوالی مسجد هم امون نقلش پیشم هست، اصلش بخش ملا عمر تسلیم کردیم پیش از او هست. اینجا که بود امی بین مسجد و در امسال هندو ها یک باخشه بود، اصلا او قبرستان وکیل باوان کوچه بود. درست. که بچهش احسان نام داشت، بر ما یک خیش هم میشه. او صاحب رفت اینجا را صاحب سر این دو فروخت به 70000 افغانی. در اون وقت 70000 و بسیار پیسه بود. بازی پیسه را صاحبی گرفت و رفت صاحب در پیش برج شارارا، اونجا صاحب یک خانه را خرید و صاحب زندگی خود میکرد. بالاخره صاحب این دو صاحب در حساب خود میخواستن گد کنن. از یه صاحب گل آقای قادری خطیبی صاحب بچه خطیب صاحب پل خشتی او غلام ربانی و دیگه ولوس مسجد خیستن صاحب ما کل ما دوی شهست امضا مور کردیم صاحب که این حق مسلمان هاست، قبرستان مسلمان از برای مسلمان ها تعلق میگیره. او که فروخته صاحب در مقابل چهار نفر که واسه صاحب شهست توتی کردن صاحب که نه از عدمی هست نه قبرستان از مسلمان ها بود. باز رفتیم کل ما در محکمه سب قوالی این دو را فست کرد برای مسلمان ها قوالا نشته کرد. این گپش این طور گپ است که باز او را سب پیسی از او را چه رقم داده سب یک 200 خلطه سمت ما از طرف همین مردم که مانده بود او را به درمسال ماندیم که او از باران محفوظ شده. باز این دو سب حاضر شدن گفت که ما از اون پیسه تیر هستیم شما از این سمت تیر شوین. او را من حاکمی واسه یک لکی دیوال در امسال دیوال خود غرض نگرفتن، دیوال پشت سر دیوال خود دیوال کردن که حق مسجد را گرفتن. این کار هم واکدن. خب وقت زمانش تیر شد، اصلا این قبرستان مسلمان ها بود. وقتی ما سجل سوانش معلوم هست ما در باغ می رفتیم و یه سب توت می تکاندیم از خود بچگی بسار خود تقریبا سب 65 سال پیشتر را بخشد میگم. ما افسارا بچه بودم در درخ بالا به شکل این تیرا بی چوب بی گیدن سیاسرا جلوی می گرفتن ما توت چه می تکاندیم. برای ما معلوم میشه او بود او اصلا قبرستانی اون وکیل باوان کوچه که بچهش احسان نام داشت اون میگه صاحب حال او فوت کرد دیگه چی بگم پیشتر از او. باز اون بود که بوسه رفت
اونم این واسه به توافق رسیدن هیچ که مشکل بین در امثال و مسلمان ها نمانده. بله. حواله به مسلمان ها تکیه کرده. آجی صاحب، بله. خودتام از این نفرا یا از اشخاص هستی که بیشتر از گفتی 65 سال یا 70 سال شده این منطقه زندگی میکنی، درست؟ بله. در این منطقه خانه امان الله خان هم است، خانه دکتر نجیب هم است. به خاطر این آمدن نقشه سرک گفته های وجود داره که قرار است خانه های اینا هم تخریب شود. اینطور است که دکتر صاحب نجیب در وقتهای بچگی خود که متعلم بود به یک کوچه یک خوبشک تنگک هست روبروی مسجد، حالا که رفتین میبینین اون هم اونجا بود و خانه امان الله خان که بود اینمی مکتب نمره 6، اینمی مکتب نمره 6 که بود، حرمسرای بود، دفترش که بود، اینمی دارالمعلمین روشان که بود که حالا صاحب وزارت امور کار اجتماعی صاحب ریاست جای بجای شده اینجا. در اون وقت بابا کلان و پدر ما صاحب بونموی صاحب از سپرسالار امان الله خان چیز نام داشت، غلام نبی خان چرخی، در خانه از او خدمتگار بود، می رفتن و اولاده از او صاحب تا مکتب می بودن و پس می آمدن. او وقت دیگه مکتب هم وجود داشت، یکی مکتب نجات بود، یکی مکتب حبیبیه، یکی استقلال، دیگه مکتب هم وجود نداشت. در وقت دیگه این گپا بود با از او که واسه گلمشان جمع شد رفتن امیال مرکزش همی جد در دارالمعلمین روشان اما غلام نبی خان چرخی هم یه دفن است، او را باز کشتن سب در وقت نادر خان گپا کار شد. دیگه این منطقه که هست از اول سب در اینجا هیچ خانه نبود، عکس های تاریخیش هست از پلارتان عکاسی شده که یک خانه اینجا نبوده. بعد از اون سب که با یاده کن سب مردم همینجا را سب کلگی سب به سایز به حساب زورگویی بگویم اتیاز یا به نقشه سب هر که به خود هر چی گرفت آباد کرد. اون از اون وقتی به یاد ما هست، از ما هم سب 3-4 هفتش بسوا بود سب اونمو را سب بابا کلان ما سب فلانی مالار جای ندارم سب باز میگو بیا بگی سب 3-4 خانه را سب بسار پیسه کم یعنی بچن 6 تومن 120 رو میشد برای اینجا سب بنام صوفی احمد علی میگو بر از اون سب داکت داد شد. یک خانه که جورکهگی دو خانه یک داله سب بر یک کسی دیگه سب همسخوی موز بر از وادان میگفت چه کنم سر بیخ مسئله کتابیست کسی که بفهمه سر میگه یک خانه که داشته باشی در جستجوی دیگه میشی تا به روز معاشر سر دیگه در پشت اون موی استاد میشی. از این خاطر یه چیز نگاه نکه ما هم خود ما نکنیم، امیال ما سر ورسه غلام سخی هستیم، یک کنیم بس وجه های داریم پانه و بیدرزاده های ملاک هستیم بالاش به خود گرفتیم. این یک زندگی که آیسا دکتر نجیب هم در این منطقه زندگی میکنه؟ در وقت های بچگیش بله او آقای صاحب مطالعه مکتب بود اینم کوچه دیگه یاد مرتبه که در کدام خانه میشتن اوش فراموش کردیم نمی خانه شان فکر کنم که در قسمت سر مغزن که میگن دی افغانان پهلوی خانه هم مالا خان یک کوچه ای طرف تر است. نی نی در این کوچه دیریم کوچه چیز کسی نیست از این مکتب بدا امی دکتر نجیب در اولی کی میشید میگه؟ در سر مغزن میشید، خانه از خودشان بود. در سر مغزن بود، خانه از خودشان بود. ای که صبح ای که در این پانتون بود خوب یادم هست می آمد موترهای پانتون اینجا تا می شد باز بیادر پدنه های تصمیه می پوشید خوب کلار چاق کتام بازرق های سرکده می رفته نمید تو صبح آمده می را تا می شد دیگر هم یاد خودت می آخه یا جی سای خودت هم از اون مردم های از اون آدم های قدیم منطقه هست همیجا هستیم ها از این منطقه هستیم همیجا خورد کلان شیم تا کنیم بیادر سفید شدیم و بیادر آجی سای با می تاریخچه منطقه را بر ما گفت که ابده خانه بود ابتدا اینجا اما حالا فعلا نام خدا که میبینید تا قسمت بالا را خانه است. ما که در پانا بودیم در پانا در کوه خانه نبود این حالا بیم نام خدای تیگال است که جای نیست در کوچه جای نیست که تیر شوی. حالا به خاطر آمدن می نقشه سرک قسمی که از طرف دیمزنگ می و کوته سنگی می سرک که آمده یک قسمت مسجد جامع نبوی را گفتن تخریب میشه، در امسال هم تخریب میشه و در پلوش و در پلوش خانه امان الله خان هم که در سر مغزن است و خانه دکتر نجیب ایران گفتن قرار است که در نقشه سرق تفریق شود. بله بله همه طور از واقعیت است و خودتان خبر دارین از کل گفت از آمدن سرق چقدر خوشحال هستین که سرق میجا بخیر اما در پلوش یک تعداد وطنداران متاسفانه خانه هایشان تخریب میشه. این اول از خود ما میشه از خودم دارم. بله بله از خودم در نقشه است و از خودم میشه هم خوش هستیم هم خفه خوش به ایستیم که وطن ما جور میشه خفه ده ایستیم که به خانه و به روز میشیم کجا بریم یعنی خودت بگو مشکل اساسی ما اینه میگه پس چی گفتن
بدلش برتون مد نظر گرفتن یک جای دیگر یک مصرف چیزی برتون تا حالا خیلی معلوم نیست تا حالا خود اینوز اومدم اینجا خانه رو سروی کرد عمومت رو اندازه و گپای شکت دیگه معلوم نیست دیگه تا حالا پیشتر هم بی گپ بود اینا حالا که وقت سروی شد کل خانه سروی شد باز بیادش بیان نماز تام نماینده چاروالی میاد بیادر تا اینی وقت باشه اینی وقت بیادر بخیده بری بخیر هنوز مهلت برتون نداد که تا چی وقت باید باشه معلوم نیست هیچ تا حالا معلوم نیست قرار است که دمی سبا دیگه سبا سه به می اهالی مستفیدا چند نفر برن سه که از دمی زمستان سه بخش ما رو کجا بریم دیگه وای سرد نه خانه آباد میشه نه جای جور میشه و به بسیار مشکل خانه کرایی پیدا شوه از همین خاطر همی مولات بتن به زمستان برای مردم که باز با عمل سور شروع کنن مشکل پیدا محل نمیشه خانه ما آجی صاحب خانه مولا خان خانه دکتر نجیب خانه‌ای است یا باید حفظ شود از جمله آبادات تاریخی حساب میشه نه واره خود باید حداقل خود تخریب نشه از یک رئیس جمهور باید که همه قدردانی شود در کشورهای خارج رئیس جمهور تضمین میکنه اولادش تضمین میکنه در افغانستان سنیش کس نمیخونه اینی رو باید یک کار بکنن تا که اونمون جایی که دکتر نجیب بود امان الله خان بود اینمی جای تاریخی باید حفظ شود و برای مردم ایتو یک دیگه کشورها باید نام باید میشن بله. هر کسی که باشه هر کشور بشنه واسه بگه ایتو افغانستان اول قدرت جهان است انگلیس شکست خورد دو دفعه در افغانستان او روز شب شکست خورد برای امریکا گفت که ما خود شکست خورد تو فکرت دیگه تو شکست نخوری گفت برو من کارش یاد دارم تا با حال رسه بونمویت امریکا سب شکست خورد خجالت زده رفت ولیکن آقا جام صاحب اونمون یه صاحب اعلان نمیتن مردم افغانستانه تا آخرین لحظه رو همین حالا صاحب هر وقت تلویزیون اعلان میکنه صاحب ما هفته 40 میلیون دلار به افغانستان میه ما از گشنگی در گرفتیم صاحب ولی که 40 میلیون دلار میه صاحب اونمون یه صاحب که ما چه سرک جور میکنه آسمان جور میکنه هر چی که میکنه دولت میکنه به ما مربوط نیست اون گپاشان وقتا ما مردم در بازار خاک بسر میشه اگر زیر زمستان این کارا بکنن همین بود به خانه و روزگار میشه فقط دمای من چند سال از خود تا این منطقه هستی دقیقا برام بگویید دقیقا من تقریبا 40 سال 45 سال میشه از طفولیت بله از جوانی و نوجوانی تا فعلا خوب خاطرات و خوش و خراب متاسفانه خراب خداوند دور داشته باشه خاطرات خوش حتما داری حالا خوش شده که چی بگویم نگاله شرایط آمد حالا خوش هستیم حالا چی ده که قسمت و نصیب باشه در تقدیر ما باشه میبینیم خانه تان کلن در نقش هست یا نیک قسمت خانه ما 15 متر است 15 متر تقریبا 11 مترش میره 3 متر میمانه بر ما 3 متر میمانه که 3 متر هم فکر نکنم که یک خانه جور شوه که یک سرپناهی باشه بر سرپناهی باشه چی گفتنی چی پیام دارین والا پیام ما به این واسه پیشتر ما میگه و گفتم که ما دیگه پیام نداریم پیام اینه میست که بیادر وطن ما جور شود خاک ما جور شود ما خوش هستیم منتا ما مردم تا وقت میزم تا ما عمل وقت بده که ما اولادار چوچدار کل ما کوچه بار ما رو کجا بریم در دست بیادر خیمه زده نمیشه یعنی این پیام ما دیگه پیام نداریم بخیر سلامت باشین نردیتان آی صاحب شما هم که خیر ببینین یک تاریخچه منطقه و جویشی را برای ما گفتین گرچه نمی ما دادیم که ما از این منطقه هستیم از اول ابتدای خانه در این منطقه گرده شدیم ما خورد منیم پدرهای ما صاحب امیجا که بدن سن از من سن ما 73 سال است پدر ما صاحب امیجا تولد شده و تربیه شده آی صاحب اگر یک تخمینی برای ما بگویی که این منطقه و نمی ساحه نمی خانه که شما زندگی میکنین اوزن چقدر قدامت تاریخی داره؟ این خانه‌ای که ما زندگی میکنیم تقریبا همین منطقه که گفتم پیشتر باشم گفتم که همیان هم یک عکس تاریخی شد در کتاب ها دیدیم که از اموی تایی یک خانه نبوده باز اینجا که بود نقاش گوسفندا بود اینجا مال فروخته میشد مال که از چین میامد پدرکوان ما نماینده شاروالی بود از اموی سب یک تنگه سب از اوی سب مالی هم گرفتن باز اونمو را جمع میکرسه میبرسه تسلیم دولت میکرد همو پارتیش هم گرفت دیگه ما از همون وقت هستیم در این منطقه هستیم که تقریبا از این بیش از 80 سال 85 سال میشه که ما در اینجا خانه داریم همی گدام هایی که فعلا اینجا هست آقای صاحب یا هم از قدیم هست یا نه که در آخر جور گدام ها صاحب این در وقت بسیار سابق جور شده بود صاحب که به نام گدام های ارزاق یاد میشه
اینجا هم داشتن تیپ در کمپانی هم داشتن مربوط وزارت تجارت بودین؟ بله آه ریاست ارزاق دیگه می آوردن از سیلو اموجا آرد بار می شد می آمد اینم اینجا که فیلن مکتب قاری عبدالاست اینم اینجا تیپ برای مردم تقسیم میکرد تماما نانبایی های کابل آردش از اینجا می رفت اینم یالا من یک اکش دجیم است که اموجا تایی درست برادرهای ازاره کراچی دو تایره داشتن با چهار نفر کچورو تا میکنن تو اینمی جره این از اینجا سرک نبود این سرک راست اما تو بود باز میرفتن که به نانبای ها توضیح میکنن هر نانبای سمیه داشت در وقت برای مردم بورار هم سمیه میداد آردم آرد نانبای نان پخته میکرد برای مردم توضیح میکرد قیمت چه میگرفت به دولت تسلیم میکرد و ای قاری عبدالله کی بود آیی صاحب که اک مکتب هم در این منطقه به نامشان مسما شده و ای والا بیاد ندارم صاحب در بارش نشیده از این منطقه نبوده یه اتمن شاید از جای دیگه بوده باشه که اگه نام برشان افتخاری مانده این مثل مکتب پارسا واره مثل قاری عبدالله و هر جوان یا هر بزرگ مردی که سب یک شاکاری کرده یک مکتب به نامشان ماندن این مکتب هم فکر کنم که در آخرا جور شده که یه خست قدیم ها نیست قدیم نیست پس آن جور شده که ما از مر خود یادم نمیاد یاد پدر ما یاد میاد که جور کردن سب بیجه سب به نام کوپراتیف یاد میشد که توزیع آردم اما تو بود نی؟ مالای مرادی میامد برای مامورین توزیع میکردن همین گدام هایی که فعلا هست قابل کوپون کوپون داشتی در دولت وقت کس کار میکرد بله کوپون بود که برای مواد خصوصا برای کارمندای دولت بیشتر توزیع میکردن بله بله نمیجه کل کارمندا توزیع میکردن ما هم در وقتی که مغازه کار میکردم در سر یک هتل در مغازه مواد نفتی تانکری اونم اونجا سه بیجه سه میامدیم از گدام ها صابون پلریش پودر آن شایی که ضرورت یک فامیل می بود در گدام بود می بودیم توزیع میکنیم بخش مردم از همین گدام ها میکشیدیم در وقت دکتر نجیب یک دفعه سب نان سار به خاطی رسید بالاخره سب دکتر سب امر کرده بود که برین گدام های امنیت آباد کنین در گدام های امنیت سب برای مردم در مقابل عوضی که آرد توزیع کنیم برین توزیع میکنیم بخشون برینج بی ساله کنه رسد که اینجا پخته میکنی سب برای مردم سب بویش در دنیا میرسد سب تا به فرقای کور سب بوی از این سب تمام میکرد چی بود که بسیار برنج بی ساله بسیار یک برنج خوب می باشد اونم آرام خالی کرد برای مردم داد دیگر چیزی که نمانده که باز گفت بیاین حال شمایی دولت بخیر سلامت باشین آقای سب قربان عزیزتان یک معلومات دادن تمام در این تاریخچه محیط و منطقه و شهر خود بفهمیم که مثلا این منطقه را چرا جویشیر میگن چقدر سال قدامت داره خداوند آیسا بخیر بده که برای ما یک معلومات داد بخیر سلامت بشین آیسا قربانتا میروانی بخیر باشین سلامت امشب بخیر ساعت 6 باشه انشالله بخیر خب دوستا حتما نظریات آجی صاحبایی که در این منطقه بودن گفتن که خداوند خیر نصیبشان بکنه اجر نصیبشان بکنه که در مورد تاریخچه این منطقه بر ما گفتن که بیش از 100 سال این منطقه قدامت تاریخی داره و قسمی که گفتن دکتر نجیب هم در این منطقه دوره طفولیت خود گذشتانده و در این منطقه زندگی میکردم و خانه که در ابتدای برنامه ما رفت منانس خدا دادیم و شما بیننده بوده سلام علیکم مانده نباشت آلا خوب است جان جورست قراریس روی تا درویت طرف کمره باشید اینجا عکست سایی جور خاص ان شاء الله ساعت خوب است شکر خودتام از دکاندارای منطقه معلوم میشی نه والا اینی من دیوال ما است ما اینجا بالا خانه ما است یگان فهمی اینجا سوال میشم یگان چکر ده بالا خانه است ها ده بالا است ان شاء الله خدای نقشه سرک خانه نامده نه دیگه از ما ان شاء الله بچ است ما بالا هستیم ما ده کورس هستیم سرک خو من ان شاء الله از آمدن سرک خوش هستی ها خوب است که جور شوه شهر ما شما جور باشه خوب است منطقه پاک میشه خوب میشه و در پلیزی که سرک جور میشه دو پایه پل اوایی هم قرار است که در این منطقه جور شوه که یکی در قسمت همین جوی شیر است و یکی هم در قسمت ولایت آه بلکل نمیتا شونیده میگه تا اونجا میزنه دو تا در ولایت نمیفهم که این رقمی تا میشه یا تو از اون میگن اون تا گفتن که همه تک نقشه و یک ماستر پلان است که جور میشه بخیر امیدوار هستیم گزوتر جور شوه و وطندارای ما هم که چشم براستن که این پلا چگونه نقشه میشه بلکل وقت ای درام سال هم میگه اون دو گفته بود که چپه نمیشه باید مجد نبیان کرد چپه شوه درام سال هم گفتن که قسمتش تخریب میشه و مجد جامعه هم یک قسمت اولیش محوطهش گفتن تخریب میشه داخل نیمی اولیش هم خواد بره میگن دیگه نمیتو گفتن این مردم وطندارای اهل نود ما میگه ما اجازه نمیتیم درام سال تخریب شوه
والا نمی اون دو گفته بود که باید این میشه باید مسجد نبویم شوه که عبادت خانه ما اینجا که عبادت میکنه وا دیگه نما تو میشنم دیگه کم کم شما خو مردم منطقه هستین دیگه باید از گپای که داغ و گرم است باید خبر شوی والا بالکل یک تعداد مردم بسیار حالتشون خراب است چرت و فرشان است که نه خانه ما میره اون یک تعداد مردم خوبش است که می خانه ما پس در نقشه در چیز می دلاب سرک می یک تعداد خوش است یک تعداد خفه همین دوکانایی که در این راسته است فکر کنم که اینام در نقشه هستند ها ایران گفته که ادمو دواخانه آقا صاحب میگه بسیار سابقه دواخانه نمون نوشه کوچه اون هم تو تین سرای پارکن موتور تو اینم اینجا میگه بخلا میره از دیگه بالا نخواد بره تو اینم اینجا خواد میره میگه علی وطندارای اهل اونو چی میگن شما که در منطقه هستین میگن اگر در امسال تخریب شوه مسجد هم باید در کنارش تخریب شود مردم نمیگه او خوندوا گفت که یعنی گفت اینجا عبادت خانه ماست اول خیره باید گفت چپا نکنین بله اگر چپا میکنین خب باز ما از یام تیرستیم باز مسجد نبوی رو میگه شهید کنین به خاطر که همی بره همی بره وقتی که عبادتگاه ما تخریب بشه عبادتگاه شما باید تخریب شود وای نمو تو میگه دیگه باز که چی میشه دیگه که دولت کس زور داده نمیتونه چیزی که دولت چیزی که ما سر پلان چیزی که پلان است ان شاء الله که تطبیق بشه او را میکنه دیگه بخیر سلامت باشه سلام قربانتان بخیر باشه سلامت باشه خب دوستان عزیز نظریات گوناگون از در مورد آمدن سرک و نقشه یک وطندارای ما چی گفتنی دارن یک وطندارای ما چقدر خوشحال هستن از سرک از ابتدای برنامه تا کنون شما دیدین و شنیدین بس همراهی ما کنیم ببینیم که وطندارای دیگه چی گفتن برنامه ما خوش آمدین در کنار ما یک جوان خوشتیپ و خوش استایل است نظر اینا رو به خصوص می داشته باشیم ببینیم که این جوان عزیز ما چه گفتنی داره مانده نباش دالا وقتی جانتان جور بخیر هر زده به احترام خدمت شما و خدمت بینیدهای عزیزتان ما قبل از اینکه خودم معرفی کنم می خواهیم از یک شعر آغاز کنم چی زیبا از دیگه بهتر جواب خیلی ها را با یک شعر می خواهیم مهربانی کم را در اختیار به نام خدا ما کتاب کهنه هستیم سر تا پا غلط خواندنی ها را سراسر خوانده ایم اما غلط سالها تدریس می کردیم خطا را با خطا سالها تصحیح می کردیم غلط را با غلط بی خبر بودیم دریغا از اصول دین عشق خط غلط انشا غلط دانش غلط توقع غلط روز اول درس ما دادن یک دنیا فریب روز آخر مشق ما این بود یک عقبای غلط گفتم از فرد غلط ها دفتر دل شد سیاه گفت میدانم غلط داریم سر تا پا غلط روی هر سطری که خوانده ایم از کتاب سرنوشت دیده ای من یک غلط میدید و او صدها غلط یارب از تو مغفرت زیباست اما اعتراف یارب از تو مغفرت زیباست اما اعتراف یارب از تو مرحمت میبارد او از ما غلط هر چیزی که ما خواندیم دیدیم تمامش غلط بود چه زیبا و سر تا پای شعر که آدم به عمقش بره فکر بکنه یعنی چه تفسیر می ده شعر اگر باطنش کس بفهمه دلیلش کلش میفهمه خودش میفهمه ببین ما انسان هستیم انسانیت نداریم با تاسف انسان هستیم انسانیت نداریم بس اول انسانیت چیست بس اول انسانیت است که به سلیقه هر کس باید احترام بگذاره طرف با ایجاب است بتر ربطی نداره بی ایجاب است بتر ربطی نداره قیافش کج از ریشخندی میکنه ساتری میکنه هر چی میکنه بتر ربطی نداره ما دوست دارم یک قسم زندگی کنم بتر ربطی نداره من کمدین هستم من نطاق هستم من ژورنالیسم هستم من دکتر هستم من غلط هستم اشتباه هستم بتر ربطی نداره و تو دوست داری تو چه قسم باشی به من ربطی نداره مراد خود ما زندگی میکنم یک نشانه دو ما مسلمان هستیم چیزی از اسلام نمیفهمیم مسلمان هستیم خودم مسلمان میگیره فقط از تجارت از نام مسلمان بودن یعنی دروغ نگفتن مسلمان بودن یعنی حرام نخوردن مسلمان بودن یعنی حق بنده رو نخوردن مسلمان بودن یعنی فریب ندادن مسلمان بودن یعنی راست بودن مسلمان بودن یعنی صادق بودن مسلمان بودن یعنی نماز خواندن مسلمان بودن یعنی با خدا بودن کدام از اینا ما میکنیم کدام از اینا طبق کدام شعر من گفتم سر تا پای ما غلط است سر تا پا غلط امروز بس به نظرم سرک سازی است بله بله موضوع سرک است 10 متر سرک جور میشه 50000 افغانی
$50,000 ببخشین. 10 متر سرک جور میشه $50,000. برادر $50,000 جور نکو. $5,000 جور کو. آلتا آیستا آیستا جور کو. با خدا قسم امروز من یک طفل میبینم دلم تک تک میشه. یک نفرم من میبینم دست دا گدایی میکنه، یکی را کمک میکنم، دو تا با قرآن زورم با چهارم پنجم نمیرسه. خداوند کلش ما پیش خدا پاسخگو هستیم، به خدا جواب میدیم. ما سب روز به خدا چی بگویم؟ حالا اگر ما تو مسلمان هستیم، خدا مسلمان میگیریم، خدا مسلمان بریم فلسطین، بیا خی بینه مسلمان. رسول مبارک صلی الله علیه و سلم میفرماید مسلمان در شرق در عذاب باشه و مسلمان در غرب از او خبر نباشه. مسلمانی از او مسلمانی نیست. وقتی پرچم لا اله الا الله محمد رسول است، بیای عمل و مرگو نداشته باشیم. دردا خیلی زیاد است. چی باید بکنیم؟ چی باید بکنیم؟ من میگم چی باید بکنیم. ملت، دولت، کلش هم میگم، من میگم چی کنیم. سرک سازی میکنیم، برابر بکنیم. برابر بکنیم. حق بنده را نخوریم. حق بند. امروز یک چاره جور میشه $4,000. یک چاره یک بسیار ناک، مثلا یک پلچک یک جور میکنن. یک چاره جور میشه $50,000. یک چاره جور میشه $1,00,000. یک چاره جور میشه $2,000,000. من میگم چی کو؟ کم کو. جور کو کم کو. خداوند رسول مبارک صلی الله علیه و آله میفرمایه که مسجد ویران کو را آباد کو سایز. امروز ما پرسون میکنیم ده متر سرک میگن $50,000. امروز ما یتیم داریم. امروز ما مردم های بی‌سرنوشت داریم. به خدا قسم است برادرم، به خدا قسم من میبینم، من که یک جوانی هستم یعنی تکه تکه میشم. از کدام درد بنالم؟ من امروز خوارم وقتی که تحصیل نمیکنه، خوارم تحصیل نمیکنه، شش تا در خانه چیزی کردن نمیتونه، چی کنم؟ من جوانا تمام تانه دانه دانه میگم. خودم یک جوان هستم، مجرد هستم، سبا روز ما عروسی میکنم. صحیح؟ 99% تربیه اولاد داده است مادر است. وقتی که دختر سرزمین ما یا امی مادر یا امی خواهر ما تحصیل نکنه، چیزی از تحصیل نفهمه، فردا روزی که ما اولاد دار شوم، اولاد ما چی تربیت میگیره؟ من نمی باشم، من در کار می باشم. امی خواست، امی توقع، امی امید، امی جوان و امی وطن دارا داره که ما هم خواهش ما می است که بزرگای امارت اسلامی در خصوص باز شدن مکاتب دانشگاه یک غور بکنن و اگر باز شوه همه خوشحال میشن. والا دولت امارات خوب دولت است، ما واقعا راضی هستم، اما میگه که کسی برای ما گفت که علم در قرآن فرض است. در تلویزیون یک بار آمد مصاحبهش، من میگم اقرا بسم ربک الذی خلق. چی میگه؟ بخوان. به خدا قسم دلم تکه تکه میشه. سرزمینی است ما سکو. یک شعر دیگه هم در لا بالای می شعر برآمد و ایرا میگم به جوانا میگم، میگم ما جوانی را فقط در بعضی فیلم ها دیدیم و در بعضی کتاب ها خواندیم. ما از روزی که به دنیا آمدیم در غم روزگار گرفتار شدیم. ما در طفلی جوان و در جوانی پیر شدیم. میفهم بیادرم این زندگی که ما داریم به خدا قسم یک عمر جوانی از ما قرضدار است. ما 20 ساله شدیم، 20 ساله سرم کل است. ما 20 ساله شدیم. تو نگو که مجرد هستی که بازار خراب میشه. نه، والا او گپ نیست. او باز در جایش بازار خراب میشه، نه میشه. والا که ما مجرد هستیم یا بریم. اما والا تکه تکه میشم. میدانم. به خدا. انشالا که مشکلات حل شوه. هیچ جوان ما، هیچ هموطن ما، هیچ عزیز ما درد نداشته باشه. امروز خوار ما به عزت میشه. ما سگو من هیچ یک شهروان میگم، من هیچ شهروان نمیگم، من هیچ یک مسلمان میگم. من میگم لا اله الا الله محمد رسول الله. ما کلمه میخونم، میگم نیست خالق بر حق الا الله بجز الله. چیزی که مرا الله ایم گفته از اون میگم. ما امروز در خانه ام قابلی و کرایی میخورم، از حال همسایم خبر ندارم نان قاق چای میخوره. ما ایره میخوایم بگویم وطن دار، وطن هم وطن، بساز خودت، بلیاز خدا بساز خودت. زیاد زندگی کنی 20 سال دیگه، با قرآن اگه اولاد بت شوه، با قرآن اگه نواسید بت شوه، با خدا اگه جای جایگاهی بت بونه، هیچ چی برات نمیمونه بجز یک دونه کفن. با خدا چیزی در زندگی نمیمونی. اورم ببری نبری، اورم با گمان است که ببری یا نبری، یعنی چرا که زندگی هر لحظه خطر است. ما بخوای نخوای 50% ریسک است. نسل آینده ما در تباهی است. نسل آینده ما در تباهی است. دلیلش ما هستم، دولت است، بزرگ ما است، هموطن ما است، کلش است.
ما قبلا یک آیه قرآن کریم اشاره کرده بودم، کلاگی میگفت که معنی ازی چی بود، معنی ازی چی بود که تیره گفتی صحیح. ما میخوایم اول امور هم بگویم، در مورد امور هم بگویم که میگفتن که دولت 20 سال دولت جمهوریت بود چی کرد، 20 سال دولت جمهوریت بود چی کرد که حال ما بکنیم صحیح. از کلان های دولت جمهوریت میگم امرالله صالح، دکتر عبدالله اشرف غنی، هیچ کدامش چی نکرد، همش جیبک خدا پر کرد، تمامش جیب خدا پر کرد. او آیت بود میگه وقل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. وقتی تو گفتی بگو حق آمد و باطل ناپدید شد، وقتی تو گفتی ان الباطل کان زهوقا، حق ماندگار است، ما حق هستم، و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، باطل رفت، ما آمدم. وقتی که تو حق هستی، وقتی که تو او آیه را استفاده کرده آمدی، خدا را شکر آمدی، ما واقعا راضی هستم از دولت، کلاگی راضی است. چی کار بکو؟ تحصیل تیلا کن، بگذار مردم به حال خودش بگذار، بگذار خواهر تو دختر سرزمین تو درس بخونه. به خدا قسم طفل به تو مبهم مگی ما معلوم هستیم. امروز خیلی جوانای ما که مسافر هستن در اروپا هستن، تو را میگم جوان، وقتی که طفل دست پایش میفهمه، در دست پایش دادش قلم میتن، در دستش کتابچه میتن، قلم میتن. طفل ما اسپان، طفل ما کاسه خیرات، طفل ما پلاستیک، عیب نیست، شرم نیست. دیگه کشور هستی کو، پاکستان هستی کو، ایران هستی کو. گذشته از این موضوعات لاله، بیایم سر اصل موضوع ما. شما که برنامه امروز ما فقط به خاطر جور شدن سرک است و قرار است که یک سرک معیاری از منطقه یا قسمت قماندانی کابل الی جویشیر سرک ساخته شود، من حیث یک جوان، من حیث یک کسی که قدر درد داری و گپ به گفتن داری، چقدر خوشحال هستی که سرک جور میشه، چقدر خوشحال هستی که شهرداری کابل، امارت اسلامی، کارهای عامل منفعه، کارهایی که زیربنایی، کارهایی است که به وطن و به وطندار نفعش میرسه، خوشحال هستی. والا امی گپ خوما وقت بگم قربانم نفر شم که می سر کارا جور میکنه. قبلا ما و شما اگر متوجه باشیم از سرای شمالی به طرف بالا میرفتیم، کوتل گفته نیم ساعت یک ساعت بند میموندیم، حالا 15 دقیقه وقت هم نمیگیره. واقعا سرک ها خیلی خوب جور شده. فقط یک توصیه دارم، کلو و اشربو ولا تصریفو، از قرآن کریم میگم، بخو بنوش ولی اصراف نکن. پیسه زیاد زدن در سرک و فایده نداره، کوشش کو راه چای کشورت جور کو، راه را جور کو، از تو دیده دیگر را جور کنه. اگر تو در 10 متر $50,000 میزنی، $50,000 نزن، $1,000 بزن، بقیش کارخانه جور کو، بقیش محصلات پانتونای تجور کو، دانشگاه های تجور کو، کورس های تجور کو. انسان از تعلیم میتونه پیشرفت کنه، از تعلیم. ما اگر ما تعلیم نکنم چی میکنم؟ انشالله که مشکلات حل میشه. انشالله بخیر سلامت باش لاله، قربانه که سرت و در آخر اگر اجازت باشه مهربانی. یک شعر کدام شعر دیگه هم فکر کنم که آماده ای از فاروق زرگر میگه، تقدیم با رفیقای مرد است، صفت مردانه میگه، تقدیم به همه رفیقای مرد میگه. صد توبه شکستیم ولی دل نشکستیم، صد توبه شکستیم ولی دل نشکستیم، در بزم رفاقت قول رفاقت نشکستیم. مردانه نشستیم و مردانه گذشتیم، ولی در سفره خیش پاس نمک را نشکستیم. هر عهد که بستیم در آن عهد صادقیم، هر عهد که بستیم در آن عهد صادقیم، در قول محبت ما عهد وفا را نشکستیم. شکت است، خدا یارت، با می رفیقا و با من دیوالا سرتان به سلامت. ولی این گپم در آخر یادم باشه که آدم با بلند ردبام میکشه، رفیق میکشه، پایین هم میزنه رفیق میکشه، متوجه رفیقای تون باش یال، خالی که بود هی جره از ایشا قربانه که دالای بخیر سلامت باشی، خوش دارم، بخیر باش رالای، قربانه تو، برمیگردیم. بینندگان خوب دوستداران کابل، این بود گزارش و برنامه ما از سر مخزن دیافغانان الا منطقه جویشیر که قرار است نقشه سرک بیا در پهلوی از اینکه
خانه های مسکونی امان الله خان و دکتر نجیب تخریب میشه و تعداد 246 باب خانه مسکونی و تندارهای دیگه هم تخریب میشه و از آمدن سرک یک تعداد و تندارهای دیگه هم خوشحال به نظر میرسیدم. تا درود دیگر، بدرود.